خب بریم سراغ تئوری های برشی مرتبه بالا و تئوری برشی مرتبه دوم. میدان تغییر مکانش رو اینجا ملاحظه میکنید. تئوری برشی مرتبه دوم تو تیرها رو قبلا گفته بودیم. خب اونجا مثلا بود یو مساویس با یو صفر به علاوه زد سای ایکس به علاوه زد دو فیکس، وی رو مثلا صفر گرفتیم و دبلیو دبلیو صفر. هم اونجا میبینید که در واقع یو و وی برای پلیت ها طبق حالا روال تا توان دوم زد بس داده شده، به همین خاطر بهش من تئوری برشی مرتبه دو و مرتبه دوم به توان زد در واقع اینجا برمیگرده که زد دو هست. و یه نکته رو قبلا گفته بودیم که به نظر میرسه که انگار سمت راست در واقع این معادله یک برای یو و وی، سمت راست این معادله انگار بست تیلور توابع یو و وی هست هول میت پلین، هول میت پلین که در واقع انگار مثلا این هست یو ایکس و وای و زد در زد مساوی صفر که یو صفر در نظر گرفته شده به علاوه زد. این عبارت انگار روند یو به روند زد در زد مساوی صفره که به صورت پارامتر سای ایکس جایگزین شده به علاوه زد دو. این هم انگار به صورت مثلا روندوی یو به روند زد دو یک بخش برای دو فاکتوریل هست انگار که به صورت فی ایکس در واقع جایگزین شده. همین عبارت برای وی هم در واقع میشه بهش استناد کرد، اینه که انگار ترم سمت راست برای یو و وی بست تیلور در واقع مرتبه دوم هست تا توان دوی زد رو در نظر گرفته، به همین خاطر بهش میگن تئوری برشی مرتبه دوم. اگر روز روزن داشته باشید توی تیرها هم گفتیم این در واقع میدان تغییر مکان خیلی رایج نیست و این میدان تغییر مکان رو در واقع از این جهت عرض میکنم خیلی رایج نیست که اگر شروط مربوط به تنش برشی در بالا پایین مثلا سفر رو در واقع روی این معادله یک اعمال کنید، این معادله که اینجا گفته شده، اون موقع میرسید به فی ایکس و فی وای مساوی صفر، دو تا مختبقه زد دو در واقع ضریب زد دو صفر میشن. و اگه قرار باشه این دو تا صفر باشه خب همون FSTT خواهد شد، ها، First Shear Deformation Theory، First Order Shear Deformation Theory در واقع خواهد شد. این در واقع نوشتن میدان تغییر مکان خیلی رایج نیست، هرچند حالا مقالاتی هستن که از این در واقع متغیر استفاده کردن، اون از اون در واقع فرض صفر بودن کرنش و تنش در بالا پایین سفر رو صرف نظر میکنن و اعمال نمیکنن. ولی معادل در واقع خیلی از مقالاتی که تئوری برشی مرتبه دوم در نظر گرفتن میان و این در واقع W رو هم بست میدن بر اساس توانهای دیگه Z و از اون اپسیلون Z مساویس با صرف در راستای زخامت در واقع صرف نظر نمی کنن، از این عبارت صرف نظر می کنن و در واقع کرنش برشی، کرنش قائم در راستای زخامت رو هم در نظر می گیرن که جلوتر توی رفرنس های ما هم هست. به عبارت دیگه تئوری برشی مرتبه سوم به این صورت در واقع تئوری برشی مرتبه سوم ردی در واقع به این صورت در نظر گرفته میشه. میبینید که این تئوری برشی مرتبه دوم فقط دو تا ترم z صفر اومگا x و z صفر اومگا y اضافه شده و این همینطور که میبینید u صفر v صفر w صفر سا x سای y فی x فی y گاما x گاما y به عنوان دو در واقع انگار 9 تا متغیرن، دو تا اینجا دو تا اینجا دو تا اینجا 6 تا و سه تا این 9 تا متغیر هستن که توی معادلاتمون وارد شدن. ولی وقتی یک سری شروط در واقع تحلیل اعمال میشه، موقع تعداد متغیرهای ما به همون تعداد متغیرهای تئوری FSTT، تئوری برشی مرتبه اول میندلین در واقع کاهش پیدا میکنه. حالا اجازه بدید این شرط ها رو با هم دیگه توی اسلاید بعد مرور کنیم. یکی از این شروط اینه که بایستی تنش های برشی در بالا پایین تیر برابر با صفر باشه. واضحه دیگه، حالا تیر یا صفحه، حالا اینجا برای صفحه ما در نظر گرفتیم، بایستی در واقع تنش برشی در بالا پایین صفر باشه. یعنی شما صفحه رو تصور کنید که بالا پایینش تنش برشی بهش در واقع اعمال نشه. در نتیجه تای x z و تای y z در z مساوی مساوی منفی h دوم در بالا پایین صفر میشن. اگر این دو تا صفر باشه از روابط تنش کنش میتونیم به این نتیجه برسیم که اپسیلون ها بایستی برابر با صفر باشه، یعنی اپسیلون x z و اپسیلون y z هم در z مساوی مثبت h دوم و هم در z مساوی منفی h دوم بایستی برابر با صفر باشه، هر دو تای این
کنش های برشی ارزی که در واقع شما میبینید. تصور داشته باشید که طبق شکلی که قبلا هم رسم کردیم توی کلاس، صفحه دوتا وجهش، دوتا وجهی که مثلا فرض کنید ابعاد A و B داشته باشن، این دوتا وجه منطبق بر محورهای X و Y باشن و محور Z در راستای زخامت هست بر اساس این روابطی که ما اینجا داریم ارائه میکنیم. محور Z در راستای زخامتی که در واقع بعدش در مقایسه با دو بعد دیگه کوچیک، اندازش در مقایسه با دو اندازه دیگه، دو ابعاد دیگه کوچیکه. با توجه به میدان تغییر مکان اپسیلون X و اپسیلون Y Z رو ما به این صورت می‌نویسیم: روند U روند Z، روند W روند X. این البته رابطه کنش تغییر مکان است که داشتیم از قبل و واضحه که این روند U به روند Z از این رابطه قبلی، از این رابطه دو، اگر روند U به روند Z بگیریم میشه سای X به علاوه 2 تا Z فی X به علاوه 3 تا Z 2 اومگا X، همین چیزی که اینجا هم در واقع نوشته شده. روند W روند X هم مشخصه دیگه، میشه روند W 0 روند X، همین چیزی که اینجا نوشته شده. و این رو می‌خوایم در Z مساوی مساوی منفی H دوم در واقع ارزیابی بکنیم. این روند W رو صفر روند X که تابعی از Z نیست، پس در نتیجه خودش باقی میمونه. این عبارت هم همینطور، فقط این عبارت داخل پرانتزه که بر حسب Z H دوم یا منفی H دوم بایستی در واقع جایگزین بشه. همین کار رو برای اپسیلون Y Z می‌کنیم که اپسیلون Y Z هست روند V به روند Z و روند W به روند Y. و این هم معادلش مشاهده میکنید که از V و W اسلاید قبلی اینجا اپسیلون Y Z هم در واقع محاسبه شده. خب واضحه که اگر این معادله اول رو در نظر بگیرید، این معادله اول رو در نظر بگیرید و یه بار برای H دوم و یه بار برای منفی H دوم Z اینو بنویسید، خیلی ساده به این نتیجه میرسید که حتما بایستی فی X صفر باشه و اومگا X در واقع این باشه. معادله دوم هم همینطور، معادله اینو عرض بکنم، این معادله رو اگر بست بدید برای Z مساوی H دوم و منفی H دوم، موقع به این خواهد رسید که فی X صفره، فی Y صفره و اومگا Y هم این رابطه هستش که اینجا شما مشاهده میکنید. اگر این فی X، فی Y، اومگا X و اومگا Y رو توی معادله دو جایگزین کنید، میرسید به این معادله هفت که میدان تغییر مکان مربوط به تئوری برشی مرتبه سوم جان ردی هست، در واقع آیه ردی، که U U صفر و علاوه Z سای X منهای 4 تقسیم 3 H2 Z3 در داخل کروشه، سای X به علاوه روند W صفر روند X، VX YZ هم هست، V صفر به علاوه Z سای Y منهای 4 تقسیم 3 H2 Z3 داخل کروشه، سای Y به علاوه روند W صفر روند Y، و W هم که W صفر هست. متغیر رو بچه دقت بکنید، U صفر، V صفر، W صفر، سای X و سای Y، هیچ متغیر دیگه غیر از این 5 تا وارد نشده. دقیقا همون 5 تا متغیری هستش که تو تئوری میندلین هم ما داشتیم. حالا اینجا سای و فی اسم گذاشتیم، توی تئوری برشی مرتبه سوم گذاشتیم سای ایکس و سای وای، ولی همینه، این 5 تا متغیر، اینجا هم در واقع 5 تا متغیر وارد شده. البته خب کرنش ها، تنش ها، ترم های طولانی تری هستن نسبت به تئوری میندلین، تئوری ردی نسبت به تئوری میندلین. تنش ها و کرنش ها و نیروهای برایندی که بعدا محاسبه میکنیم ترماش ترمای بزرگتری هستند، ولی بحثم رو تعداد متغیر هاست، تعداد متغیر تفاوتی نکرده. خب در نتیجه اگر خلاصه کنیم، تئوری کلاسیک صفات میدان تغییر مکانش این شد، تئوری برش مرتبه اول این و تئوری برش مرتبه سوم که این رابطه رو در واقع مشاهده میکنیم. اینجا که نوشته شده W0 کاما X یعنی روند W0 روند X، W0 کاما Y هم روند W0 روند Y، این نوع نوشتن خیلی در واقع مشهوره و معروفه و متداوله، استفاده میشه توی لیترچر و اینجا هم در واقع به این صورت برای تئوری کلاسیک نوشته شد. حالا این تا الان تئوری برشی مرتبه اول رو گفتیم و تئوری برشی مرتبه سوم ردی به عنوان تئوری برشی مرتبه بالا، اما اگر توی مقالات و توی ادبیات موضوع، ادبیات مرتبط با این موضوع و این بحث تئوری پلیت ها سرچ کنید و جستجو کنید، مقالات زیادی میبینید که میدان های تغییر مکان زیادی رو در واقع توسعه دادن، پیشنهاد کردن برای پیشبینی رفتار سازه در اثر نیروهایی که بهش در واقع وارد میشه، چه استاتیکلی چه داینامیکلی. در واقع به عنوان مثال، حالا من چند تا رفرنس رو تو این اسلاید آوردم، با هم دیگه یه مرور میکنیم و اینا معمولا میدانهای تغییر مکانی که پیشنهاد میکنن با حل سه بعدی الاستیسیته مقایسه میکنن و تطبیق میدن با هم دیگه و از اینجا میگن که حالا
اون میدان تغییر مکانی که پروپوز کردن در واقع در مقایسه با حل 3D الاستیسیته چی جوریه و چقدر با هم دیگه اختلاف دارن و با تئوری های دیگه معمولا مقایسه میکنن. مثلا فرض کنید این مقاله ای که توی ژورنال اپلاید مکانیکس تو سال 1977 چاپ شده، این میدان تغییر مکان رو هم برای پلیت های همگن و هم برای پلیت های لامینیتد در واقع توسعه داده و شما در واقع اینجا مشاهده میکنید که عرض کنم که این میدان تغییر مکان مرتبه سوم در نظر گرفته، ولی نسبت به تئوری برشی مرتبه سوم ردی این عبارت رو هم داره، یعنی کرنش در راستای ضخامت رو صفر در نظر نگیر، کرنش قائم اپسیلون زد در راستای ضخامت رو صفر در نظر نگرفته. این هم عنوان تئوری برشی مرتبه بالا هست دیگه. تایتل مقالات رو هم میبینید، A High Order Theory of Plate Deformation، پارت یک برای پلیت هوموجن هست و پارت دو برای پلیت های لامینیت یا چند لایه در واقع. مقاله دیگر رو مشاهده میکنید تو سال 2016 که توی کامپوزیت استراکچر هم چاپ شده و این برای تیرها در واقع عزمان برای پلیت ها، پلیت های لامینیت کامپوزیت و ساندویچ. پلیت های ساندویچ پلیت هایی هستن که یه هسته دارن، یه هسته حالا زنبوریشه یا هر شکل دلخواه دیگه ای که حالا شکل های مختلف براش وجود داره. حالا میتونه فلکس، خود هسته میتونه انعطاف پذیر باشه، میتونه انعطاف پذیر نباشه، حالا اینا رو براش نظر میگیرن. این هم برای این پلیت ها در واقع تو این مقاله یه میدان تغییر مکانی پیشنهاد شده که شما اینجا مشاهده میکنید و حالا مثلا فرض کنید یو شده یو صفر منهای زد دبلیو صفر کاما ایکس بلوی اف زد فی ایکس و وای و تی. در واقع این اف زد بسته به این که چی باشه میتونه در واقع تئوری های مختلف رو به شما بده. مثلا اگر اف زد رو بذارید صرف کلن میشه در واقع تئوری کلاسیک. دقیق میکنید اگه اف زد رو تو هر دو تا صفر بذارید میشه تئوری کلاسیک، اما اگر اف زد رو به صورت یه جی زدی به علاوه ان ضرب در زد در نظر بگیرید که این جی و ان توی اسلاید بعدی در واقع آورده، در واقع برای جی این 5 تا پیشنهاد شده و برای ان هم این 5 تا متناظر با هم دیگه البته، و به همین صورت در واقع برای این M هم این مقادیر رو پیشنهاد کرده توی این مقاله و با هم دیگه معمولا مقایسه میکنن و عرض کردم دیگه با تئوری برشی با تئوری سه‌بعدی الاستیسیته در واقع مقایسه میشه. این هم یه میدان تغییر مکان که در واقع پیشنهاد شده توی این مقاله سال 2016 برای پلیت های ساندویچ و لامینیت کامپوزیت. و یه مقاله دیگه هم در واقع اینجا هست که میبینید برای تیرها، برای تیرهای لامینیت کامپوزیت توی همین ژورنال کامپوزیت استراکچر تو سال 2013 یه میدان تغییر مکان دیگری پیشنهاد کرده، فقط یو دبلیو در نظر گرفته. میبینید که ایکس در راستای تیر، در راستای طول تیر، زد در راستای ضخامت، وای عمود بر سطح و انگار در صفحه ایکس زد داره بارگذاری و تغییر شکل اتفاق میفته. در راستای وای وی رو صفر گرفته، میبینید دیگه یو در راستای ایکس و دبلیو هم در راستای زد تغییر شکل نقاط مختلف تیر رو داره نشون میده. این هم این تابر در نظر گرفته، یو به علاوه اف زد در روند دبلیو روند ز، ایکس به علاوه جی زد در حالا تتای ایکس و زد که در واقع اینجا کاملا مشخصه. و حالا اینجا خودش اشاره کرده که اگه اف زد رو بذارید منفی زد همون کلاسیکال بیم تئوری میشه و اگر برای فرست اوردر شیر دیفورمیشن بیم تئوری هم اگر اف زد رو بذارید صفر و جی زد رو بذارید زد در واقع میشه اف اس دی تی. برای سی بی تی باز مهم اف زد منفی زد باشه و جی زد رو صفر بذارید میشه در واقع تئوری کلاسیک بیم ها. برای اینم چند تا تاور و چند تا مقاله رو که برای تئوری های برشی تیرها بودن پابلیش شده رو بررسی کرده. این تعداد مقاله که نسبتاً مطالعه جامعی هست و همه این میدان های تغییر مکانی که توسط افراد مختلف بررسی شده و پیشنهاد شده رو اومده تو این مقاله تو دل این مثال بررسی کرده و نتایج رو مقایسه کرده که من پیشنهاد میکنم این مقاله رو اگر
فرصت داشتید و علاقمند بودید حتما با جزئیات بیشتر مطالعه کنید. این هم رفرنس هاش هست که توی اسلاید قبلی در واقع توی مقالات میدان تغییر مکان رو برداشته و اینجا در واقع پرزنت کرده. و آخرین در واقع میدان تغییر مکان هایر اوردری که حالا اینجا با هم دیگه مرور میکنیم مقاله‌ای هست که تو ژورنال رینفورسد پلاستیکس اند کامپوزیتس در واقع چاپ شده تو 2003 و میدان تغییر مکان اینجا مشاهده میکنید که یورو گرفته یو اس اف منهای زد روند دبلیو اس اف روند ایکس به علاوه سایه ایکس سینوس پی اچ ام زد اچ ضخامت است و وی رو گرفته وی صفر منهای زد روند دبلیو صفر روند وای به علاوه سایه وای سینوس پی اچ ام زد و دبلیو هم دبلیو صفر به علاوه سایه زد کوسینوس پی اچ ام زد. در واقع میبینید که توزیع سینوسی و کوسینوسی رو در راستای ضخامت در نظر گرفته برای میدان تغییر مکان و این رو هم در واقع بررسی کرده و اینجا من هم به عنوان یک رفرنس و به عنوان یک مرجع بهش اشاره کردم. شما اگر حوصله کنید و توی مقالات بگردید مطمئن هستم که میتونید مقالات متعددی رو برای تئوری‌های مختلف پلیت پیدا بکنید که هر کدومشون حالا بر اساس ملاک و معیاری میدان‌های تغییر مکان رو پیشنهاد کردن. هر چند حالا حقیقتش من بر اساس تجربه خودم میتونم بگم که اینا شاید تو بعضی از کیس ها خیلی با هم دیگه تفاوت دارن، شاید تفاوت حالا تا حدی قابل ملاحظه داشته باشن، اما در کل برای تحلیلی که حالا ما معمولا من خودم به شخصه باهاش سر کار دارم تو تحلیل‌های دینامیکی و ارتعاشی آنچنان مؤثر نبودن تو تحلیل‌ها. حالا تحلیل‌های خطی که ما داشتیم شاید تو تحلیل غیر خطی کمی باز اثرش بولدتر باشه، برجسته‌تر باشه، اما معمولا اینا شاید درصدهای کمی اختلاف داشته باشن با هم دیگه، ولی خب به عنوان میدان‌های تغییر مکان مختلف تو لیتچر هست و معرفی شده و دارن ازش در واقع استفاده میکنن. خب اینم تا انتهای بخش مربوط به تئوری‌های ورق‌ها که اینجا حالا گفته شده و امیدوارم دید مناسبی نسبت به این تئوری‌ها پیدا کرده باشید. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ فصل اول که دیگه خود کتاب اوگورال رو با هم دیگه پیش بریم.